ونسان و برونو در حال تدارک مراسم ازدواجشان. روزهای شلوغ و پردردسر که معمولاً برای زوجها استرس‌های خاص خودش را به همراه دارد. اما برای این زوج همجنسگرای فرانسوی به نوعی حکم یک مسکن را دارد. ثمره مصوبه جدید قانونگذاران این کشور. از 18 ماه می سال جاری ازدواج زوجهای همجنسگرا در فرانسه قانونی شد. تحولی عظیم اما شکننده که طبق آخرین نظرسنجی ها مورد تایید تنها 52% فرانسوی هاست. قانونی که بارها و بارها اعتراضات خیابانی بخش قابل توجهی از جامعه فرانسه را هم در پی داشته. فریجید بارژو، یکی از فعالان سرشناس این اعتراضات، خطاب به این زوج همجنسگرا میگوید: شاد باشید و جشن خود را برگزار کنید، ولی بفهمید از این به بعد با این کارتان چه تصوری ایجاد میشود، تصوری که بازگشت از آن مشکل است، و بدانید این کار بر روی تولید مثل چه نتایجی خواهد داشت. از سوی دیگر آمار و ارقام نشان می‌دهد در کشورهایی که ازدواج همجنسگرایان قانونی است، علی‌رغم بحث‌ها و جدل‌های اولیه، وضعیت بعد از مدتی به حالت عادی درآمده. به عنوان نمونه، از 10 سال پیش ازدواج همجنسگرایان در بلژیک قانونی است. با این حال تعداد چنین ازدواج‌های ثابت مانده، چیزی در حدود 1000 مورد در سال، یعنی معادل 5% ازدواج‌های ثبت شده در کل این کشور. در اسپانیا و سال 2005، یعنی زمان قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان، حدود 20,000 مورد ازدواج و 600 مورد طلاق این دست از افراد ثبت شده است. مطالبه‌ای که دامنه پذیرش آن هر روز کشورهای بیشتری را در بر می‌گیرد. کرواسی که از ابتدای ژوئیه 2013 به عضویت اتحادیه اروپا در می‌آید، در حال دست و پنجه نرم کردن با این چالش است. در قانون اساسی این کشور تعریف روشنی از معنای ازدواج وجود ندارد، و لذا مخالفان ازدواج همجنسگرایان خواستار برگزاری همه‌پرسی به منظور بازبینی قانون اساسی در این خصوص هستند. با این وجود هنوز هم در برخی کشورها حتی نشان دادن پرچم رنگارنگ همجنسگرایان خالی از خطر نیست. به عنوان نمونه، در روسیه تنها 1% از مردم برای افراد همجنسگرا احترام قائلند. در اوکراین اما صدها تن از فعالان حقوق همجنسگرایان موفق شدند در کیف یک تظاهرات 40 دقیقه‌ای برپا کنند. یک پیروزی کوچک در راه برخورداری از حق به رسمیت شناخته شدن. مبارزه‌ای که در این گوشه دنیا طولانی به نظر می‌رسد.